بسم الله الرحمن الرحیم سلام و وقت به خیر خدمت عزیزان پای نهم یاوری هستم دبیر علوم شما عزیزان خیلی خوشحالم که شما در کلاسای عالی تاملند میبینم اتون خب دوستان عزیز بنده یاوری دبیر علوم هستم امسال قراره با شما کنار شما و در جوار شما با همدیگه علوم نهم رو پیش ببریم و به سرمنزل مقصود برسونیم و شما با نمره عالی در امتحانات نهایی آخر سال قبول بشی و آزمون های ورودی رو بدی و مدرسه خوب بری و بتونی که در دور دوم موفق باشی خب دوستان عزیز ما امروز اولا یه مقدمه در مورد علوم خدمتون رو ارز میکنم که علوم شامل این بخش هاست و ما همش رو با هم دیگه میریم جلو یعنی از فصل اول تا فصل 15 رو من در خدمت شما هستم و چه فصلایی چه بخش هایی مربوط به کدوم قسمت علوم تجربی رو براتون توضیح میدم خب دوستان عزیز علوم 15 فصلش سه فصل اول یعنی فصل اول فصل دوم و فصل سوم مربوط به مباحث شیمی شما هست فصل چهارم پنجم هشتم و نهم چهار فصل مربوط به مباحث فیزیک شما هست فصل 6 و هفت و ده یازده، دوازده، سیزده، چهارده و پونزده مربوط به مباحث زمین و زیست شما یعنی شیش و هفت میشه زمین شناسی ده هم که نجوم هست یازده تا پونزده مربوط به مباحث زیست شناسی که انشالله با هم دیگه اینا رو پیش میبریم اما امروز ما میخوایم یه مقدمه ای رو خدمتون عرض کنیم این مقدمه بسیار مهمه و امیدوارم که شما در جایی که هستین باد کوله مستقیما بهتون نخوره چون سینوزیت پس پاییز و سینوزیت و سردرد و اینا شامل حالتون نشه دوستان عزیز فصل اول دوم و سوم همونجوری که خدمتون عرض کردم مربوط به مباحث شیمی شما هست امروز یه مقدمه بسیار بسیار مهم میخوایم بگیم یه مقدمه ای که اگه این مقدمه رو خوب یاد نگیری توی سه فصل شیمی دچار مشکل خواهیم شد پس بنابراین این سه فصل شیمی برای ما بسیار اهمیت داره بسیار مهمه و بسیار کاربردیه این مقدمه رو میگیم و بعد وارد مباحث فصل اول شما میشیم این مقدمه قسمتش مربوط به فصل اول میشه قسمتش مربوط به فصل دوم و قسمتش مربوط به فصل سوم میشه پس بنابراین بسیار مهمه اما فصل اول چی میخواد به ما بگه؟ چه موضوعی میخواد به ما یاد بده فصل اول بچه ها میان اول در مورد فلزات صحبت میکنه میگه ما چندین فلز داریم مثل مس مثل آهن مثل منیزیم مثل طلا اینا بعضی ویژگی خاصی دارن مثلا اینا واکنش پذیریشون به این چه صورت رسانه های الکتریکیشون اینجوری کاربردشون تو زندگی به این صورت در مورد فلزات صحبت میکنه بخش بعدی میاد در مورد نافلزات و ویژگی چند نافلز صحبت میکنه مثل فلور مثل کلور مثل گوگر در مورد اینا صحبت میکنه و بعضی هاشون میاد در مورد ترکیباتشون هم صحبت میکنه میگه این نیتروژن و ترکیباتش این کاربرد رو دارن اکسیژن و ترکیباتش این کاربرد رو دارن و در این مورد مورد بررسی قرار میده و در آخر سر میاد در مورد پلیمرها یا بسپارها مطلب میگه و میخواد پلیمرها ها رو به شما یاد بده که اصلا پلیمر یعنی چی بسپار یعنی چی چه ویژگی دارن چه کاربردی دارن و از چی به دست میان و چه جوری تولید میشن طبیعیشون چیه مصنوعیشون چیه پس کلیت فصل اول رو فهمیدی فلز نافلز پلیمر فلزات چند تا عنصر نافلز چند تا عنصر ترکیبات ویژگی ها کاربردها کار ها و بعد هم میره سر پلیمرها مولی مقدمه رو عرض کنیم آماده ای بریم مقدمه رو عرض کنیم درسته باریکلا کلا میخوایم قدر قدرت وارد بشیم جلسه اول تام لند خب آرایش الکترونی دوستان عزیز نیا کن این یاداوری که ما اینجا اول بالا شما یادآوری، یاداوری شما آرایش الکترونی رو در سالهای گذشته یاد گرفتیم در سال هشتم اومدین مدل اتمی رو یاد گرفتین دانشمندان مختلفی از 2500 سال پیش تا 500 سال پیش مدل های مختلفی ارائه دادند. تا همین چند سال قبل آقای شرودینگر و آقای انیشه مدل های الکترونی مختلفی رو ارائه دادند چند تاشو یاد گرفتیم مثلا اولین نفر آقای دموکریت یک دانشمندی فیلسوف یونانی در مورد اتم اولین بار ایشون نظر داد گفت اتم یعنی تجزیه ناپذیر شکلاش مختلفه بعد رد شد توسط آقای دالتون بعد از دالتون که اومد گفتش که آقا به صورت ساچمه توپره آقای تامسون اومد مدل کیک کشمیشی رو ارائه داد بعد آقای رادرفورد اومد هسته اتم رو کشف کرد بعد از آقای رادرفورد آقای چادویک اومد نوترون رو کشف کرد بعد از آقای چادویک جناب دکتر نیلز بور اومد مدل اتمی بور رو ارائه داد میرم پای تخته نگاه کنید بچه‌ها مدل اتمی آقای نیلز بور که مدل منظومه ای نام داره گفتش که آقا جان اتم که آقای رادرفورد کشف کرد که دارای هسته است این درست اتم دارای هسته است الکترون پروتون نوترون هم که داره اتم تا قبول داریم بچه ها. اتم داره سه ذره است الکترون پروتون نوترون درسته خب الکترون بارش منفیه پروتون مثبت نوترون خونساست اینا رو سال پیش یاد گرفتید اوکیید با این قضیه اگه تو این قضیه سوال دارید تو چت بنویسید من جواب بدم که آقا الکترون منفیه یا پروتون اینا رو به ما یه توضیح بدید اگه گیری دارین به من همکارا میگن که بچه ها سوال پرسه و تو این قضیه گیر هستم اگه تو این قضیه توضیح بدم و جواب سوالاتتون رو بدم خب ببخشید اما مدل اتمی بور آقای نیزبور گفتش که اتم دارای هسته است این درسته داخل هسته پروترون ها و نوترون ها نشستن در اینجوری سفاسیتی الکترون‌ها الکترون ها دارن دور هسته اتم در مدارهای مخصوص میچرخن که این شکل مدل اتمی آقای نیلزباره. مثل مدل منظومه شمسی خورشید در مرکز قرار گرفته سیارات دارن دورش میگن همین میگن دورت بگردن دورت بگردن اینا مدل منظومی بهش میگن پس در واقع هست مدل آقای بور هم همینه هسته در مرکز الکترون ها مثل سیارات که دور خورشید میچرخن دارن دور هسته میچرخن این حله آفرین اما شبیه خواننده گفتن تو هر لایه‌ای که اطراف هسته هست ما چند تا الکترون وجود داره اصلا چی جوریه آیا همه لایه‌ها یه تعداد الکترون داره اینو چینششون به چه چی صورته داستان چیه قضیه چیه به ما بگید آقا طاقتشو داری آفرین خوب دقت کن ما آرایش الکترونی بهش میگیم میگیم چی آقا آرایش الکترونی یعنی همین نحوه قرار گرفتن الکترون ها در اطراف هسته رو بهش میگیم آرایش الکترونی اینجا من تعریفش نوشتم یا کن عزیزان ببینم چه آفرین نگاه کنید به نحوه قرار گرفتن الکترون ها در لایه های اطراف هسته اتم آرایش الکترونی میگویند پس به نحوهشون نحوهشون آقا پس یه ای داره دیگه چی جوریه داستان صبر کن توضیح میدم یاداوریه سال هشتم خونده بودی نگاه کن طبق این مدل هسته اتم مانند خورشید در منظومه شمسی در مرکز قرار گرفته و الکترون ها مانند سیارات در چرخش در مدارهایی در اطراف هسته می باشه. این الکترون ها دارن دور هسته میچرخن و میگن دورت بگردن بیا دورت بگرد این آهنگه به خاطر همینه اصلا به خاطر مدل منظومه ای. خواننده محترم اومد این آهنگ خون بیا دورت بگرد منظور چی بود الکترون ها داشتن به هسته اتم میگفتن شما برداشت دیگه ای دارید برداشت شما هم قابل احترام ایزوتوپ ها خب کی از دوستان گفته آقا ایزوتوپ ها ایزوتوپ ها. ها به سال نو هیچ ارتباطی نداره ولی برای توضیح میدم ایزوتوپ ها بچه ها همون جوری که میدونید خب ما مثلا سه مدل هیدروژن داریم خب بذار من اینو هیدروژن بنویسم که شما بهتر متوجه بشید ما سه مدل هیدروژن داریم همشون عدد اتمیاشون هاشون که پایین سمت چپ می نویسیم یکه آقا این که همش هیدروژنه که چرا میگین سه مدل هیدروژن؟ عجله کردی هیچ وقت زود کسی رو قضاوت نکن هیچ وقت حالا نگاه کنی عدد جرمی هاشون نگاه کنی این یکه این دوه این سه عدد جرمی او پس ایزوتوپ ها عدد اتمی هاشون یکسانه بله عدد جرمی هاشون فرق میکنه بله خب آقا پس چرا به اینو میگن ایزوتوپ ایزوتوپ یعنی هممکان یعنی در یک خونه قرار گرفتن بچه ها دی ای بردر یکیه شکلاشون فرق میکنه جرماشون با هم دیگه فرق میکنه تو یک خونه قرار گرفتن هیدروژن تو یک خونه جدول تناوبی اینها قرار گرفته با سعیم اینا میگن ایزوتوپ خیلی انگلیسی قلیزی گفتم ایزوتوپ میگن پس عدد اتمی یکسان عدد جرمی متفاوت خواص شیمیاییشون آقا چه یکسان خواص فیزیکیشون چجوری متفاوت چرا چون نوتروناشون فرق میکنه چه گالیاشون فرق میکنه خب کاربردشون چیه؟ کاربردشون بستگی به نوع ایزوتوپ ها داره مثلا هیدروژن سومی چون تعداد نوترون‌هاش هاش برابر تعداد پروتون پرتوزایی میکنن به اینا میگن ایزوتوپ کربن ایزوتوپ داره، هیدروژن ایزوتوپ داره، سزیوم ایزوتوپ داره، اکسیژن ایزوتوپ داره حله؟ فقط عدد اتمیشون یکسان عدد جمعیشون متفاوت اگه بله چشم سال سال بیس چی کار میگردین تو مدرسه عدد جمعی عدد اتمی رو هم توضیح میدم دقت بکنید بچه ها عدد اتمی عدد اتمی بچه ها به چی میگن؟ میگیم به تعداد پروتون ها در یک اتم اطوم عدد اتمی میگویند میخوام یه سوال بپرسم تعداد پروتون ها در یک اتم عدد اتمی ها. خب بچه ها پس تعداد پروتون ها میشه عدد اتمی ما یه عنصر داریم پنج تا پروتون داره عدد اتمی چند میشه؟ آفرین پنج یه عنصر داریم چهار تا پروتون داره عدد اتمی چند میشه؟ تقلب دارم میرسونم آفرین چهار یه عنصر داریم دو تا پروتون داره عدد اتمی چند میشه؟ دو پس تعداد پروتون همان عدد اتمیه یه جور دیگه بگم بیام پای تخته بزرگتری خود منو وسیعتر ببینید بچه جذابتر اینجوری بیام نزدیک نه تا سکو میتونم برسم خدمتون آها احسن بیام جلوتر یه خود بچه فیس زیبای منو ببینید یا کنید دوستان عزیز پس پروتون همون میشه عدد اتمی یه سوال بپرسم بچه ها تو چت جواب بدن لطفا اون سال داریم عدد اتمیش یازده تاست عدد اتمیش یازدهه چند تا پروتون داریم؟ عدد اتمی یازده چند تا پروتون داریم؟ بله خودم ببینم چه جذبه دارن جواب میدن؟ احسن بچه ها باریکلا ببینم چی کار میکنین عدد اتمی یازده باریکلا باریکلا محتاب ساناز اهورا مهدیه زهرا باریکلا 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 همین پنج نفر جمع درسته ستایش فاطمه سهرابی امی حسین محمدی آرتا باریکلا باریکلا مهد خب اوکی اوکی خب خب شر... بیاین باید اون که دوست عزیزی که گفت عدد از کیه آه... آرومتر لطفا خیلی سری میگید مهدا مرشدی ساناز تبریزی عدد جرمی رو هم توضیح دم. چشم؟ نه جایی که مهم باشه آروم میگم من حالا دو دکتر تو حرف میزنم خاطر اینکه میدونم شما بلدید. خب بریم پای تخته مرسی خانم شیخ عدد اتمی پس به تعداد پروتونا در یک اتم عدد اتمی میگویند درود خدایان بر تو بریم ببینیم عدد جرمی چیه بچه ها من عدد جرمی رو زیر می نویسم دقت بکنید عدد جرمی بچه ها یادتون باشه اینا مهمه به مجموع پروتون ها خانم تبریزی دقت کن به مجموع پروتون ها و نوترون ها عدد جرمی میگویند به مجموعه پروتون و نوترون عدد جرمی آقا کجا می نویسن این عدد جرمی رو بالا سمت چپ ایه. بله بالا سمت چپ می نویسن عدد جرمی یعنی الان یکه مجموعه پروتون و نوترونشه آقا پروتون که یک نوترون چند تا میشه نوترون صفر این هیدروژن تنها عنصری است که نوترون ندارد خب این هیدروژن عدد جرمی دو عدد اتمی یکه پروتونش یک نوترونش هم میشه یک آفرین این هیدروژن عدد اتمی یک که پروتون عدد جرمی سه سه منهای یک دو تعداد نوترونهاش هاش دوه نوترون پروتون عدد جرمی پروتون نوترون عدد جرمی آفرین آها آفرین بالا ما زمان خاتم هاتم اینا اینا اینو حفظ کن پروتون نوترون عدد جرمی باریکلا پس تعداد پروتون ها در یک اتم میگن عدد اتمی به مجموع پروتون و نوترون میگن عدد جرمی خب دوستان من اینا رو بعد پاک کنم به خاطر اینکه این موضوعی که اینجاست رو ای باریکلا همش پاک شد باید شما دقت توش داشته باشید پس این از عدد اتمی این از عدد جرمی عدد اتمی رو پایین سمت چپ می نیستن. عدد جرمی رو بالا سمت چپ می نیستن. عدد جرمی پروتون و اضافه نوترون می عدد اتمی هم که همون تعداد هاست. اگر اگه دوست از این موضوعی چیزی سوالی داره بگه که میخوام بریم سوال ادامه مطلب <applause> خب خدا رو شکر بریم ببینیم بچه ها داستان چیه خب یه نکته بسیار مهم اینجا میخوام بگم بچه ها من مجبورم رو تخته بزرگ بگم که شما اینجا بهتر داشته باشین صحنه رو میگه برای به دست آوردن نکته مهم نیا کنید خیلی دقت بکنید بچه برای به دست آوردن تعداد الکترون در حلایی از قاعده دو ان 2 استفاده میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بدونیم که این لایه هایی که بچه اطراف هسته قرار گرفته هر کدومش چند تا الکترون توش جا میشه مثلا لایه اول چند تا الکترون توش جا میشه لایه دوم چند تا الکترون توش جا میشه لایه سوم چند تا الکترون توش جا میشه از کجا باید بفهمی؟ میگیم یه قاعده درست کردن دانشمندان به اسم دو n دو خب این دو ان دو چیه میگیم ان شماره لایه است مثلا لایه یک لایه دو لایه سه هر عددی بود به جای ان میذاریم خب به توان دو میرسونیم بعد ضب در دو میکنیم ما تعداد الکترون ها در هر لایه رو میفهمیم مثلا نیا کن الان لایه شماره یک لایه اول یک به توان دو یک میدونم بعضیاتون گفتین دو میبخشمتون و دعا میکنم برای سلامتی معلم ریاضی یک به توان دو یک حالا دو یکی دو تا پس لایه اول دو تا الکترون جا میگیره حد ظرفیت رو فقط نشون میده دوستان عزیز پس لایه اول دو تا لایه دوم دو دوتا دو به توان دو چهار دو چهارتا هشتا تا آفرین پس لایه دو 8 تا الکترون جا میشه اما لایه سه سه به توان دو سه, سه تا 9 تا دو 9 تا 18 تا پس لایه سوم هجده لایه دوم 8 لایه اول دو تا الکترون حداکثر جا میشه یه مثال بزنم برای این قضیه جا, جا بیفته براتون خوب دقت بکنید این یعنی چی یعنی که بچه مثلا ما یه کلاس داریم فرض میکردیم که شما حضوری تشریف می آوردین تو مؤسسه تاملند ما ردیف میذاشیم سندلی های مختلف میگفتیم آقایون مثلا شما آقایون و خانوما ردیف اول دو نفر بیشتر نمیتونن بشینن ردیف دوم حد اکثر هش نفر میتونن بشینن ردیف سوم حد اکثر نفر میتونن بشینن چینش سندلی اینجوری سندلی تکی گذاشیم دو هشت شما مثلا ساناز با مهناز میاد با ملیکا ساناز مهناز ملیکا میان سر کلاس ساناز و مهناز و ملیکا میگن که استاد ما سه نفر با هم دوست هستیم میتونیم ردیف اول بشینیم میگیم نه ردیف اول دو تا حداکثر بیشتر جا نداره ساناز و مهناز شما ردیف اول بشینید ملیکا برو ردیف دوم بشین میگه میگه استاد ساناز و مهناز میتونن بیان عقب بشینن میگم نه تا ردیف اول پر نشه کسی حق نداره بره ردیف دوم بشینه میخوام بیرین ردیف دوم چیپس و ماسموسی رو بزنید امکان نداره دو نفرتون ردیف اول یه نفر بره ردیف دوم یا مثلا فرض کنید اکبر مهدی رضا محمد ما بودیم و فرض اسی نصد همه گفتین زدیم شما بگین زد نه اکبر اسمش چی ها بود؟ اکبر فرصت نصد نمیم چی, چی چهار تا پسر میان تو کلاس خب؟ این چهار تا پسر میان آقا با میتونیم چهار جلو بشینی؟ چی هستا؟ میگیم نه عزیزم ردیف اول دو نفر جا داره دو تا دیگه تو میدی ردیف دوم بشینی آقا ما چهار میتونیم ردیف دوم بشینیم میگیم نه تا ردیف اول پرنشه حق نداری بری ردیف دوم بشینیم فرض کنید دوستان عزیز فرض کنید که دیگه فرض نمی کنیم بریم حل سوال خب بچه پس ما فهمیدیم ردیف اول دو ردیف دوم هشت ردیف سوم 18 تا هستند. خب بریم ببینیم داستان از چه قراره خب سوال حل کنیم نکته تا لایه کامل نشه یعنی تا ردیفی کامل نشه به اصطلاح پر نشه نمیتوان سراغ لایه دیگه ای بریم بچه ها داستان مهناز ملیکا ساناز بود ساناز میگفتن اوه ما میتونیم سه تا بریم حریف دوم بشینیم گفت نه تا ردیف اول پر نشه ردیف دوم کسی هر نداره بره بشینه پس ردیف اول پر میکنیم ملیکا تنها میرفت ردیف بعدی یه مثال نگاه کنیم یه عنصر داریم x نمیدونیم چیه خب x عدد اتمی سه گفتیم عدد اتمی از اتاق فرمان شما میکنم اصلا من عدد اتمی که یادم رفت چندین سال از درس رفتم کنار عدد اتمی رو یاد گرفتم و یادم اومد آفرین آفرین عدد اتمی همون تعداد پروتون هاست ما میدونیم اگر اتم خونسا باشه تعداد پروتون با الکترون هم برابره یعنی مثلا اگه ما 5 تا, تا... تا, ده... تا, تا... تا, تا پروتون داشته باشیم چند تا الکترون داریم 5 تا عدد اتمی چنده 5 اگر ما 10 تا این دو تا من نمیتونم نشون بدم میذارم تو جیبم از دو تا دستا میتونم استفاده ما اگه دو تا 10 تا میتونم ما اگه 10 تا پروتون داشته باشیم چند تا الکترون داریم 10 تا عدد اتمی چنده دهه. ما اگه هفتا پروتون داشته باشیم چند تا الکترون داریم؟ هفتا عدد اتمی چنده؟ هفته اگه ما هشتا پروتون داشته باشیم چند تا الکترون داریم؟ هشتا عدد اتمی چنده؟ هشتا اگر ما بسته دیگه یاد گرفتید اوکیه؟ مفه. خسته شدم خب پس بچه ها عدد اتمی تعداد پروتون هاست با تعداد الکترون ها هم برابره بریم مثال حل کنیم مثال پایینه نگاه کنید. یه عنصر داریم با عدد اتمی 11 کوچیک نمیشه بزرگ می لاتی یازده. آفرین آرش الکترونیشو بکشیم لایه اول حد اکثر دو تا از این 11 تا دو, نفرش رفتن لایه اول بچه میخوام یه سوتی بدم و. ببینم میتونید سوتی منو بفهمید خب از این 11 تا دو لایه اول نه تا میمونه میری لایه دوم بچه سوتی من کجاست سوتی منو بگید سوتی سوتی هر کی سوتی منو بگه بلیت رفت به اوکراین رو بهش میدم تو مناطق جنگی اوکراین مرز کریمه بینم بچه ها میگن رو تخته میتونم پاسخ بچه ها رو ببینم خب دوستانی که پاسخ میدن فقط لطف کنن نام شهرهاشون هم بزن از این آقا پسرها و دختر خانوما از کدوم شهر زیبای ایران تو کلاس حضور دارن ما کیف کنیم اوکیه؟ خب ما ببینیم دوستان از کدوم شهر هستن و ببینیم خیلی مزه میده میبینیم از سر تو سر ایران بچه و دور هم جمع شدیم چقدر این فضای آنلاین این امکان رو ما داده آفرین 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 باری کلا رادمان باری کلا منصوری باری کلا مهدیه مبین با همه درست جواب داریم، آفرین، آفرین آفرین جوجه جوجه کیه؟ <laughs> چه اسم کاربر زیبایی گذاشتین؟ جوجه خیلی خوبه جوجه گفت ای جوجه رو میتونم ببینم گفته که نیاز به لایه سه داره چیک چیک لایه سه آفرین جوجه پارسا باری کلا بعد یکی از بچه زده پاسخ گزینه ای یک مثلا گزینه تر نکردیم آفرین آفرین باری که بچه چقدر فعالن آفرین همه درست گفتن حتی جوجه جوجه تهرانه تهران باری کلا جوجه ما جوجه داریم از تهران کی کدوم کلاسی جوجه شرکت میکرده اولین کلاسی که جوجه شرکت کردن کلاس ما بوده خب خدا رو شکر آفرین ها خیلی خوب گفتین نه تا بچه ها حد اکثر ظرفیت لایه دوم 8 تا بوده ملیکا بعد بره تو لایه بعدی پس ما یه دونه از نه قرض میگیریم یعنی شوتش میکنیم بیرون من پاک کنم نه رو. آفرین سوتی رو خوب فهمیدین هشت یک میره لایه بعدی دو هشت یک خب بچه ها انصاره که با عدد اتمی هیفده و انصاری که عدد اتمی هیفده رو فعلا بچه ها با عدد اتمی هیفده رو تو چت بنویسید ببینم یه ده ثانیه بهتون فرصت میدم شهراتونم بنویسید فقط یه فقط جوجه زد من تهرانم بقیه نزدن کدوم شهره من میام کنار شما انصاره با عدد اتمی هیفده رو آرش الکترونشو بکشید خب دوستان عزیز من اگه بتونم پاسخ رو ببینم دو لایه اول هشت هفتا باریکلا دو هشت هفت آفرین محتاب مرشدی آفرین دیانا آفرین منصوری آفرین ایلیا رادمه باریکلا بعد سنندج باریکلا بچه ها سنندج هم هستن باریکلا مهدیه تهران آفرین شیراز تهران تهران فارس فراشبند باریکلا منصوری جان سارینا تبریزی از تهران اصفهان بچه ما توی تاملن گلپایگانی زیاد داریم و گلپایگانی نداری نه از شهرستان جمع استان بوشهر باریکلا سروستان کلا، باری باریکلا باری باریکلا باری آفرین اکثر جواب درسته محمد امینم که تهرانه مبین باری کلا جوجه هم که تهران بود آفرین باری کلا باری کلا کیانا آفرین ملیکا مهتا ما ملیکام داشتیم گفتیم ملیکا میره لایه سوم ملیکام داشتیم باری کلا روزبه مرسی مرسی از بچه ها عالی مرسی خانم شیخ علی دستتون درد نکنه خب بچه ها میخوایم بریم عدد اتمی 17 رو بررسی کنیم من اینجا عدد اتمی 17 می یه عنصر داریم x با عدد اتمی 17 یعنی عدد اتمش 17 یعنی 17 تا پروتون داره 17 تا پروتون داشته باشه چون این اتم خنثاست 17 تا هم الکترون داره لایه اول دو لایه دوم 8 لایه سوم 7 و اما عنصری که 18 باشه من اینجا دیگه کشیدم اینو 18 باشه 2 8 8 این روش بچه‌ها تا عدد اتمی 18 جواب میده. خب آقا عدد اتمی بعدی چی؟ عدد اتمیای بعدی میره تو آرایش الکترونی که ابر الکترونی یا پوست پیازی یا کوانتومی که شما سال دهم ده میخونید نیاز نیست الان بلد باشید. یه نکته تستی مثلا تیز پوشانی هم بهتون میگم خیالتون راحت بشه که ما با چقدر سر و کار داریم اون روش آر یک است و دو اس و پیشیش اینا به درد شما فعلا نمیخوره و این روش قاعده منی که بهتون ما گفتیم تو عددتون 18 کار بود داره اوکیید میریم مرحله بعدی ببینیم داستان از چه قراره چرا رو من دارم اینا رو میگم چرا داریم اینا رو تکرار میکنیم خوب دقت کنید آها بچه ها گفته از یکی از دوستان سال سوال پرسه از کجا میفهمیم خونساس خونسا خونساس زنگ میزنه به اون میگه پیامک میری از شکلش میفهمیم بچه از شکلش میفهمیم یا کنیم یه اونسال داریم x مثلا اینجا می نیسه 9 این بالا مثلا می نیسه یه منفی اگه بالا بذاره یا مثبت بذاره یا عددی کنارشون بنویسه ما میفهمیم اتم خونسا نیست الکترون گرفته یا از دست داده اگر الکترون بگیرد به یون منفی اگر از دست بدهد به یون مثبت سال هشتون تو مبحث یون ها خوندیم تو فصل دوم هم دوباره مرور میکنیم خیالتون راحت باشه پس از بالا سمت راست میفهمیم این اتم به یون تبدیل شده یا یون تبدیل نشده اوکیه؟ احسن خب بچه ها اینم از این من اینم پاک کنم که خب نکته از آرایش الکترونی می توان اینجا وای 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 چقدر مهم از آرایش الکترونی می توان پی بود کدام عنصر فلزه اوف کدام نافلزه اوف و کدام گاز نجیبه وای خیلی مهمه بچه رسیدیم به اصل مطلب دقت کنید تو رو خدا اینستاگرام رو ببندی گوش کنید به حرفای من خیلی مهمه ما از این آرش الکترونیک که الان یاد دادیم میتونیم بفهمیم کدوم فلز کدوم نافلز کدوم گاز نجیبه عنصر ها چهار دستن فلز نافلز شبه فلز گاز نجیب فلز ها که بچه سال هفتم خوندو بودی رسانه گرمایی ان الکتریکی ان چگالی بالایی دارن دمازوش بالا دارن چکش خور اینا نافلزات هم برعکس همه اینا ویژگی داشتن یه دونه چی بود شبه فلز شبه فلز یه خود از این ور یه خود از این ور دیدی بعضیا بی طرفی از خب از این داره مثلا جرمانیوم. یه شبه فلزه خب یه خورده رساناست نیمه رسانا بهش میگن یه خورده جریان الکتریکی از خودش عبور میده از اون طرف هم شکننده است یعنی چکش بزنی میشکنه کجا کاربرد داره تو بعضی قطعات الکترونیک جایی که میخوان جریان زیاد عبور نشه از جرمانیوم استفاده میکنن مثلا تو تلویزیون از جرمانیوم استفاده میکنن به اینا میگن شبه فلز آقا اینا برای چی اصلا گفتی دوست داشتم اطلاعات امید داشته باشی به درد میخوره امسال خیر شبه فلز قبل به درد مخوان. شپ پس نه نه نه, نه. کار اه چه جالب اطلاعات عمومی بود خیلی کیف کردی مرسی خواهش میکنم قابل شما نداشت و اما گاز های نجیب چرا به اینا میگن گاز های نجیب بچه ها نجیب هن؟ یعنی چی نجیب ب... یعنی سراغ جیب نمیرن یعنی دست به جیب نمیزنن نه جیب هن. دست به جیبی کسی نمیکنن چیه داستان؟ گازهای نجیب به این خاطر بهشون میگیم گازهای نجیب که با هیچ عنصر دیگه پیوند برقرار نمیکنند، با هیچ عنصر دیگه ترکیب نمیشن بهشون میگن گاز نجیب جلوتر در مورد ویژگی و مشخصاتشون با شما صحبت خواهم کرد تا اینجا اوکیه که سوال نظر خانم شیخ چی؟ بله یا یونهای یون های منفی تو آرایش الکترونی تأثیر داره باعث میشه الکترون ها کم و زیاد بشن ما تو فصل دوم نحوه پیوند رو که میخواییم بگیم پیوند یونی رو اونجا برات توضیح میدم که این اگه یون بشه اتم خونسای آرایش الکترونی چه تغییر میکنه و چه تأثیری داره برسی خانم خب. بچه ها پس بریم ببینیم که آقا از آرش الکترونی پس اینجا این نکته مهم گفتیم از آرش الکترونی میشه فهمید که کدوم عنصر فلزه کدوم عنصر نافلزه و کدوم عنصر گاز نجیبه از نزدیک خیلی جذابم قبول داری کنیم خب بچه نگاه کنید بریم سوال بعد قسمت بعدی نکته بعدی رو نگاه کنید خب اگر تعداد وای نکته مهمه اگر تعداد الکترون های لایه آخر بچه ها لایه آخر درسته؟ لایه 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 لایه, لایه, لایه آخر اگر تعداد الکترون های لایه آخر یک دو سه زنگ مدرسه یک دو سه یعنی لایه آخر یکی الکترون باشه یا دو تا الکترون باشه یا سه تا الکترون باشه آن عنصر فلز است چه بحال بله دیدی؟ اگر چار پنج شیش و یا هفت باشد آن عنصر نافلزه لایه آخر ها آن عنصر نافلز است اوف خیلی باحاله از این چقدر باحال میشه فهمید بله و اگر هشت باشد آن عنصر گاز نجیب است آن عنصر گاز نجیب پس اگر هشت باشه لایه آخر آن عنصر میشه گاز نجیب پس این نکته بچه ها همینجا تو رو خدا گوش کن اگر لای آخر یک باشد آن عنصر فلزه دو باشد فلزه سه باشد فلزه اوکیه؟ آفرین اگر چار، پنج، شیش، هفت باشه نافلزه اگر هشت باشه چاییه نه چای گاز نجیبه چون چای اوور من رسل رفتم توی چایی هشت باشه میشه چی؟ گاز نجیب اوکیه؟ آقا میشه این مثال حل کنید؟ خب مثال با کمک شما حل کنم پایه این بریم جلو اوکیه خب خب قبل از این جدول تناوبی رو بچه چه بگم یه مثال من میگم توی پاسخها بنویسید لطفا من ببینم کی فهمیده کی نفهمیده مثلا یه عنصر داریم x مجهوله نمیدونیم چه عدد اتمی مثلا 17 یه دونه داریم 10 یه دونه داریم چهار بچه ها کدوم از اینا فلزه کدوم نافلزه کدوم گاز نجیبه مثلا این یکه این دو این سه برای من بنویسید یک کدومه دو کدومه سه کدومه کدوم فلزه کدوم نافلزه کدوم گاز نجیب مثلا بگید یک فلزه مثلا دو فلانه سه مثلا فلانه اینجوری بنویسید یک دقیقه فرصت دارید تنها یک دقیقه فرصت دارید خب بچه ها سوال زیاد داشتید داشتم سوال های شما رو نگاه می کردم. بعضی بچه ها گفتیم که آقا شپ فلوز از این آلش الکترونی میشه فهمید خیر ما گفتیم آرش قبل الکترونی داریم که انشالله سالهایی بعد متوجه میشه و اون کار با ما اصلا شپه فلوس کاری نداریم یکی از بچه ها پرسید بود که آقا گاز نجیب خیلی تون گفتی یه بارگی میشه بگید بله گاز نجیب بچه ها چرا میگن نجیب به خاطر اینکه با هیچ عنصر دیگه ای حتی با نوع خودشون هم پیوند برقرار نمی کنند تنها هستند سینگل هستن پس بنابری به اینا میگن نجیب اوکی پس با هیچ عنصر دیگه پیوند برقرار نمی کنند خب حالا بریم سرین دخترها پسرا آقایون علما دانشمندان فضلا لایه اول دو لایه دوم هشت لایه سوم هفت پس اولی هفت تا لایه آخر خودش داره نافلز است دومی دو تا میره لایه اول دو تا واقعی میمونه میره لایه دوم یک دو سه بود گفتیم چی است فلز است پس دومی فلز است و اما سومی که ده بود دو هشت لایه آخر هشت است چیه همهتون بگید گازه نجیب است آفرین آفرین اوکیه اینو فهمیدین حل سوال مال داشتن به من بیزمت بگید که من آها آفرین آفرین یکی از بچه سوال قشنگ بوده خیلی رندی کرده سوال پرسید گفته آفرین هیدروژن که یکه داستانش چیه جلوتر میگه بابان همراه باش جلوتر میگم چون سوال قشنگی پرسیدی تو جزوه هستش بد میگم حالا خب بریم جلوتر جدول تناوبی بچه ها من یه مقدمه در مورد جدول تناوبی بگم و بعد در حجبه بریم صحبت بکنیم خب <تصفح> نگاه کنید بچه ها چند سالی پیش یک دانشمند بزرگی به اسم آقای دیمیتری مندلیوف یک اومد گفت آقا عنصر که تا این زمان کش شدن من اومدم مرتبشون کردم بر اساس افزایش عدد جرمیشون خب جرمی عدد جرمی اون موقع دیمیتری مندلیوف دانشمند روسیه ده تو تا بودن آقای دیمیتری مندلیوف اومد یه جدولی طراحی که فکر تو شلوغی درس خونده حالا شما مثلا استاد ما حال نداریم نه اون تو ده تو تا نشسته درس خونده عنصر هایی که تا اون زمان کش شده بود اومد چیکار کرد توی جدولی گذاشت بعد اومد گفتش که آقا حدود 11 تا عنصر بعد ها کش میشن که این 11 تا عنصر این ویژگی ها رو دارن و جاشون خالی گذاشت و مشخصاتشون گفت از اون یازده تا و بعد چون نه تاش درست در اومد یکی از عجیب ترین پیش های تاریخ علمه خیلی زیبا بود گفتم اینو بدین اطلاعات عمومیتون بره بالا بعد از آقای مندلیوف یک دانشمند انگلیسی به اسم آقای هنری موزلی هنری موزلی هنری موزلی موزلی شلوار لی موز مثلاً اینا. ترکیب جالبی میشه نه اومد جدول تناوبی امروزی رو پایگذاری کرد چی جوری آقا؟ اینجوری گو آقا دیمیتری جون اومده بود بر اساس افزایش عدد جرمی گذاشته بود ولی ما میخوایم بر اساس افزایش عدد اتمی بذاریم اومد عدد اتمی رو اندازه گیری کرد اومد جدول تناوبی امروزی رو مرونش کرد پس اولین عنصر جدول تناوبی بر اساس افزایش عدد اتمی عدد اتمی چنده یک 118 تا عنصر داریم آخریش عدد اتمیش میشه چند 118 جدول اومد مرتب کرد از یک تا 118 پس بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده است اگر از از سوال بپرسن جدول تناوبی بر چه اساسی مرتب شده است تو میگی بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده است خب اما این جدول تناوبی بچه ها دقت بکن پاتخته ببین چقدر این سخته جدول تناوبی 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 مرتب شده است بنابراین اولین عنصر عدد اتمی یک می باشد آخریش 118 می باشد یعنی آخری 118 تا پروتون در عدد 118 است این جدول داره 118 عنصره خب 91 یش بعضی از علما اختلاف میگن 92 تا حالا ما گفتیم 91 91 عنصرش طبیعیه آقا بقیه غیر طبیعیه نه تو آزمایشگاه ساخته شده یعنی توسط بشر ساخته شده توسط انسان ساخته شده تینورگاه اتمی ساخته شده 91 یکیش تو طبیعت بوده آقا این 91 عنصر کجا هستن همه عالم هستی که شما داری می‌بینید کهکشان سیارات زمین ستاره بدن انسان همه چی از این 91 عنصر یعنی ما این همه عالم طبیعتی که داری میبینیم این 91 عنصر شکلشون دادن آقا حتی بدن ما بله از این 91 عنصر حدود 51 تا 60 تا بعضی عنصر تو بدن ما وجود داره آه طلا کجاست بگذر خب بچه ها این پس 91 اونسور در طبیعت یافت میشه و بقیه ها ساخته شده از این میان 118 اونسور بیشترش به شکل جامع حدود 3 4 اونسور ها بچه ها جامدن البته بیشتر میتونیم بگید 3 4 همشون فلزن بقیه هاشون نافلزن و گاز 11 تا گاز داریم 11 گاز و تنها دو عنصر به شکل ماین سوال اون دو عنصر رو تو جدول بنویسید تو چت ببینم اون دو عنصر کیا میدونن دو عنصر مایه در جدول تناوبی کدام عنصر هاست تو چت بنویسید یک دقیقه فرصت میدم بس سوالاتتونم بپرسید تو این یک دقیقه نگاه میکنم جواب میدم خب دوستان از من جواب رو ببینم باری کلا جیوه و بروم باری کلا مهدیه باری کلا جیوه یود 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 مایز نه باری کلا ایلیا آفرین باری کلا فاطمه باری کلا سینا باری کلا محمد غنیپور باری کلا مبین آفرین کیانا ساناز یود نیست فقط جیوه است دورد. آب اون منصوری منصوری مهدیس جیوه باری کلا محمد امین کچوی محمد امین کچوی جیوه آب محمد امین جیوه عنصر آب عنصر جیوه به بریلیوم ایلیا بریلیوم چیزه تو جوار سازی کار برداره سنگ بریلیون یسرا یود یا اول فصل. آب ستایش آب آرتا فاطمه جیوه باری کلا یسرا جیوه رادمان یود کاربر جیوه بروم باری کل آقای کاربر نمیدونم کیه ولی خب خوبه محتاب هلیوم مایه است تو بادکنکه مایه است تو گلود میزنی صداد نازک میشه مایه خب مرسی بچه دقت بکنیم من بیام پای تخته ما دو تا عنصر به شکل مایه داریم یکی جیوه یکی بروم اکثرا درست جواب دادی اونایی که گفتن آب بچه ها من برای کلاس خودم رو از نیاب خودم رو خواهم زد خب پس بریم ادامه مطلب بچه که از بچه ها پرسید آس... تست میزنیم؟ بله حتما تست او بردم خفن فقط بعد شما یه پایی رو بلد بشه که بتونید تست بزنی یا نه نگید ته آب مثلا عنصر اینا یه خوری یاد بگیریم برای جلوتر تست هم میزنیم خب بعد چانی ها کنید چند تا نکته مهم از جدول تنابی باید بدونیم یک گروه یعنی چی دو ردیف یعنی چی سه عناصر واسطه یعنی چی چه گروه اصلی یعنی چی اینا رو حتما باید بدونیم خوب دقت بکنید. من این خود جلوتر بیام چون جدول تمرین جلوتر کشیدیم خب بعد آها نگاه کنید بچه ها تصویر خوبه بچه ها واضحه برای شما من این رو تخت بزرگه شاید بهتر باشه درسته خانم شیخ علی؟ تصویر رو تخت بزرگ کنم بهتر باشه این جدول تناوبی که کتاب درسیتون اوورده 118 تا عنصر داره نگاه کنید عنصر اول عدد اتمیش یکه عدد اتمی رو اینجا برای که پایین جانب بالا نوشته دقت داشته باشید اولی هیدروژن آخری اوگانسون داره عدد اتمی 118 هیدروژن هم که یک هست این جدول تناوبیه. بچه ها لطفا خیلی دقت کنید میخوام اینجا رو بتره کنیم خب نگاه کنید بچه ها جدول تنوعی ستونای عمودی داره ستونهای عمودی درسته؟ میخوایم بشماری بریم چند تا ستون عمودی داره یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چارده، پونزده، شونزده، هیوده، هیجده تا به این ستون عمودی که هیجده تاست میگن گروه به این هیجده تا ستون‌های عمودی میگوین گروه پس اگه گفتن گروه را تعریف کنید میگویید به ستونهای عمودی جدول تناوبی گروه میگویند چند تا گروه داریم؟ 18 تا آقا 18 تاش تقسیم میشه؟ بله 8 تاش اصلیه 10 تاش فریه آقا فریا کدومان از سه تا دوازده این سبزا رو میبینید در این وسط قرار گرفته اینا بهشون میگن 10 تا گروه فرعی نیا کن یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت 9 ده به این ده تا میگن 10 تا گروه فرعی آقا اصلی ها کدومه یک دو سیزده 14 15 16 17 ده تا پس میتونیم بگیم سیزده سه اصلی بله چارده چای اصلی بله 15 پنج اصلی 16 شیشه اصلی، 17 هفته اصلی، 18 هش اصلی. پس این 10 تا فرعی رو آقا باشون کار داریم؟ از 2 تا 13 تا 12 میگیم خیر. با این عناصر واسطه، با این 10 تا گروه فرعی هیچ کاری نداریم. آقا یه چیزی الان گفتی. بله، گفتم عناصر واسطه. پس به این 10 تا گروه فرعی میگن عناصر واسطه؟ آفرین. همینو میخواستم این ده تا گروه فرعی رو بچه ها بهش میگن عناصر واسطه آقا امسال باش کاربرد داریم به صورت گروهی هیچ کاری باهاشون نداریم به صورت تکی تکی بعضی رو یه نکاتی در موردشون یاد میگیریم اما در مورد که گروه رو مورد بررسی قرار بدیم خیر اه چه خوب بله آقا از اون هشت گروه اصلی باهاشون کار داریم بله با چهار تا گروهشون خیلی کار داریم گروه 1 2 13 14 15 16 17 18 اینا گروه اصلیه ما به گروه 13 میگیم سه اصلی چهار اصلی 5 اصلی یا مثلا بگیم 6 مطمئن باشید 16 یا همون 6 اصلی با عناصر واسطه ما هیچ کاری نداریم عناصر واسطه همشون هم فلزن باشون کاری فعلا نداری. با اون گروه های اصلی کار داریم کسی سوال داره خانومه؟ آفرین آفرین بعضی بچه در مورد هیدروژن هلیوم سوال پرسیدن بچه تو میگم اینو جلوتر بتون یه چند لحظه صبر کنید حتما بهش خواهیم رسید خب بچه این 18 تا گروه اصلی پس به های عمودی میگیم گروه اما بچه ها به سطرهای افقی به این سطرهای افقی میبینی؟ افقی 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 افق خوب. ما به این سطح های افقی میگیم ردیف دوره یا تناوب ردیف سه تا اسم داره بچه ها ردیف دوره تناوب ردیف دوره تناوب قسمت های افقی ردیف دوره تناوب درسته؟ پس میگیم این قسمت های چند تاست آقا چند تا ردیف داریم بشماریم یا که خودش عدد گذاشته کار ما راحت کرده کتاب کار ما راحت کرده کتاب یک دو سه چار پنج شیش هفت آقا دو تا پایینیا چی ان اون دو تا پایینیا دو تا بهشون میگن لانتانیتو و اوکتانیتو ما فعلا هیچ کاری باهاشون نداریم جایگاه اصلیشون اینجا بوده جدا کردن جداگونه مورد بررسی قرار بدن ما با این ها هیچ کاری نداریم لانتانیتو و سال 11 12 میخونید پس ما هفت تا گروه داریم چند ببخشید هفت تا ردیف داریم 7 تا ردیف 7 تا دوره یا هفت تا تناوب داریم چند تا گروه داریم 18 تا چند تا اش اصلی 8 تا چند تا فرعی 10 تا با فرعی کار داریم نه نداری با اصلی کار داریم بله داریم گروه یک و 2 13 14 15 16 17 18 سه اصلی چهار اصلی 5 اصلی شش اصلی هفت اصلی هشت اصلی ما به اینا میگیم گروه به ستونای عمودی خب بچه این از جدول تناوبی و بر اساس افتاش ارده اتمی هم مرتب شده اوکیه ازش سوال مال دارید بچه اگه سوال دارید بپرسید خانم شیخ علی حتما به من مطلب رو میرسونه من برگردم سر جایی که بودیم خب عناصر واسطه بچه ها تعریف ندارم میگن جز این گروه های وسطی هست میشن عناصر واسطه و همگی هم فلزن تعریفی اون چنانی نداره خب ما اینو گفتیم بریم جلو تعریف گروه بچه ها نکاتی الان که گفتم به صورت جزوه اینجا هست میتونید از سایت بردارید حتما به ستونهای عمودی جدول تناوبی گروه میگویند جدول تناوبی داره 18 گروه که 8 تاش اصلی 10 تاش فرعیه به 10 گروه فرعی عناصر واسطه میگویند که همگی آنها فلز میباشند خب بچه ها گروه های اصلی من اینجا آوردم نگاه کنید یک دو سیزده چارده پونزه شونزه هیفده هیجده که به این سیزده میگین سه اصلی چهار اصلی پنج اصلی شیش اصلی هفت اصلی هشت اصلی حالا یه نکته بسیار مهم که در زیرش نوشتم خیلی مهمه تو امتحان نهایی تو تستا اومده چی آقا؟ انصرهایی که خب در یک گروه قرار دارند دارای خواص شیمیایی مشترک می باشند هایی که در یک گروه می باشند گروه ها بود ستون های عمودی یا که که توی این ستون های عمودی تو این گروه های عمودی هستن خواص شیمیایی مشترک دارن. خب بکنم وقتی کلاس ما اولش تموم شد درسته خانم شیخ؟ درسته؟ خب دوستان یه استراحت کوچیک بکنید یه رو استراحت بکنید یه نسکافه بزنید یا چاکلت بزنید یه موز بزنید بیاید یه رو به بعدی سر کلاس ببینیم دنیا دستی که ادامه رو میخوایم بریم بچه ها نکته برداری بکنید کتاب درسی کنارتون باشه جزوه کنار دستتون باشه انتخاب کار کاغذ آماده بیاین سر کلاس مراقب خودتون باشین